سلام بینندگان عزیز تلویزیون آسمان، باز هم برنامه اطلاعاتی خبر اخیر هست و در این برنامه بار دیگر برای شما مهمترین اخبار یک هفته را جمع‌آوری کردیم. در خبر اول گزارش داریم از رویترز که نوشته وزارت خارجه آمریکا نماینده ویژه و مشاور برای حمایت از زنان و دختران افغانستان تعیین می‌کند. قرار است رینا امیری به عنوان فرستاده ویژه برای امور زنان، دختران و حقوق بشر تعیین شود. همچنان استفنی فاستر نیز به عنوان مشاور در امور جابجایی دختران افغان در امریکا کار خواهد کرد. در این بخش هم یک خبر جالب برای شما در نظر گرفتیم که برای نخستین بار چپ‌های کنترل کننده واکسیناسیون کرونا ساخته شده است. سازمان بهداشتی سوئد گزارش داده که برای اولین بار تانسته یک چپ را تنظیم بکنه که بدون کدام عوارض جانبی در یک از قسمت‌های بدن جابجایی می‌شود و هر کسی که یک از واکسن‌های کرونا را دریافت کرده باشند پس از جابجایی این چپ میتواند که در جاهای عامه و همچنان کلاب‌های ورزشی و کلاب‌های تفریحی حضور بیابند. در این هفته خبرهای زیادی در رابطه با توافق قطر و ترکیه داشتیم، در رابطه با اینکه بتوانند میدان هوایی کابل اداره بکنند. ولی مهمترین خبری که ما دریافت کردیم این است که مذاکرات تا به حال هم ادامه داره ولی توافق کلی در این باره صورت نگرفته است. همچنان روزنامه 8 صبح نوشته که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات استفاده از مجسمه ها و عکس های زنان را در دکان های این شهر ممنوع اعلام کرده اند. خبر دیگر از بخش فناوری است که ژاپن برای نخستین بار اسکرین را ساخته که توسط آن می توانیم طعم یک غذا را حس بکنیم. در این هفته یورو نیوز نیز یک خبر خیلی جالب نشر کرده که جنین 66 میلیون ساله و دست نخورده یک دایناسور در چین کشف شده است. بانو رابع جلالزی در کشور امریکا پس از تحقیقات طبی توانسته یک دارویی را برای مرض HIV کشف کند. خبر بعدی ما هم از بخش سیاسی هست که روزنامه اطلاعات روز نوشته توصیه رهبر طالبان به اعضا و نیروهای این گروه به فرمان عفو عمومی احترام بگذارید. این توصیه در حال صورت میگیرد که در این اواخر گزارش های زیادی در رابطه با دستگیری، شکنجه و قتل نظامیان حکومت پیشین در شبکه اجتماعی دست به دست میشد. همچنان سازمان ملل برای راه اندازی مجدد اقتصادی افغانستان بودجه 8 میلیون دلاری را در نظر گرفته است. بر اساس گزارش ها این رقم قرار است اقتصاد افغانستان را بار دیگر و پایش استاد بکند. کرونا در افغانستان آیا این موضوع مهار شده و یا هم در کمین قرار دارند؟ دکتران از شفاخانه افغان ژاپن گزارش دادند که هنوز هیچ نوع کیتی از شکل جدیدی از کرونا که همان اومیکرون هست در دسترس قرار ندارند و این موضوع باعث شده است که هنوز آزمایش ها به گونه درست و اساسیش صورت نمی گیرد و رقم مشخص از این که به چه تعداد افراد در افغانستان به این مرض آیا ابتلا شدن یا خیر وجود ندارد. نماینده روسیه گفته است که روند به رسمیت شناختن طالبان به طور عملی در جریان هست. موسوی برنامه خبر اخیر هم در همینجا به پایان میرسه. بار دیگر میخوایم برای شما یادهانی بکنیم که به اساس طرح این برنامه ما تلاش داریم که مهمترین خبرهای یک هفته را در مدت خیلی کم و به شکل خیلی ساده برای شما برسانیم. شما بهترین برنامه های هنری، سیاسی و اجتماعی را میتونید از کانال تلویزیونی آسمان دنبال بکنید. تا برنامه بعد، الله نگهدارتون.